با نام یاد خدا، با سلام خدمت رفقای گل، بچه های کلاس زبان تخصصی. شال حالتون بهتر از این روزا باشه که الان هست. یه توضیحی بدم که اصلا قراره چیکار بکنیم، بعد درس رو شروع کنیم. خدمتتون عرض کنم که خیلی همت کردم، با خودم کلنجار رفتم که بعد از چندین سال دوباره این کلاس رو بذارم به تقاضای بچه ها و رو حساب وسواسی که دارم، چون یه کلاس باید تش نتیجهش متفاوت باشه با بقیه نمونه هاش، خیلی روش نشستم و فکر کردم یه خلاصه ای از آنچه که قرار اتفاق بیفته بگم که بدونی چه خبره، ببینی اصلا جنس این کلاس با توقعات همخونی داره یا نه، ببینی تو این سایز و ابعاد هدف تلاش کردن داری یا نه، انقدر جدی هستی یا نه، بعد کارمون رو شروع میکنیم. این کلاسی که امشب جلسه اولشه، انشاءالله به قید حیات بین 45 تا 50 جلسه طول خواهد کشید. حجم اطلاعاتشه بین 45 تا 50 جلسه. اصول میگه تو کنکور چقدر مونده؟ بله میدونم. حدود 25 الی 30 جلسهش هفتگیه، آنلاین با هم طبق همین ساعت میریم جلو. حدود 15 الی 20 جلسه هم فوق‌العاده لازم داره. ببینید، ما قرار زبان تخصصی رو با هم شروع کنیم، بریم جلو ببندیم. قرار نیست خاله بازی کنیم، بهش ناخونک بزنیم. تعارف که نداریم، اینقدر کار میطلبه. 25 الی 30 جلسه هفتگی، 15 الی 20 جلسه فوق‌العاده، که خب یه حجم قابل توجهی از فوق‌العاده هاشو من سعی میکنم تا قبل از کنکور دی بذارم. از الان بگم اگر یکی توقعش اینه که همه یه حجم کار زبان تخصصی تو این کلاس تا دی ماه تموم بشه، این خبرها نیست. اونایی هم که پیام دادن پرسیدن، بهشون گفتم تا دی سعی میکنیم یه حجم خوبی رو بگیم. اصلا برنامه ریزی واسه بچه های دی من سوا کردم، شما برنامه رو میبینید. اما اینکه کلاس تا کنکور دی ماه بتاگه برگزار بشه تموم بشه، نه اینجوری نیست. ما دایو و دورخیز اصلیمون واسه کنکور تیر ماه، تا دی به یه جاهای خوبی میرسونیمش، ولی تموم نمیشه. اینو از الان بگم. البته اینکه تموم نمیشه، باز هم از خیلی جاها خیلی چیزها رو بیشتر میگیم که آوردش قابل لمس باشه. برنامه راهبردی خواهید داشت برای مطالعه و تکالیف طی هفته، یعنی انشالله تا هفته آینده برنامه تکمیل که بشه، اتودای آخرش رو دارم میزنم. برنامه همه این جلسات، اونایی که تو کلاس‌های دیگه با هم بودن اینو دیدن، میاد رو پنلت. ببین الان مثلا برنامه چند هفته اول نوشتم، قشنگ دقت کن، این برنامه کلاس هفتگیه، هفته اول. این که من سر کلاس چی بهت درس میدم که اگر خواستی پیش مطالعه کنی، این که بچه های کنکور دی، اونایی که عشق کنکور دیان، چه تکلیفی باید انجام بدن، اونایی که برای کنکور تیر ماه دارن خودشون آماده میکنن چه تکلیفی، چون مسلما اونی که برای دی خیلی مشتاقه، حجم تکلیفش هم باید متفاوت باشه، باید بیشتر کار کنه. این از این. کنار اون جلسات فوق‌العاده رو هم سرفصلاشو واسط می نویسم، اون تعدادی که بشه تو برنامه کامل. اون وقت هر موقع هماهنگ کنیم سر کلاس میگم آقا اینجا بنویسین تاریخ و ساعت، مثلا جلسه ای که میخوایم این مباحثو بگیم کیه، این یکی کیه. سعی میکنیم تایم هایی بذاریم که تایم مرده باشه، بچه ها کلاس دیگه نداشته باشن، که اگه خواستن آنلاین ببینن، اگرم نه که آفلاین. این شمای کلی برنامه است. این که میگم برنامه، نه این که بگم بچه ها خوب درس بخونید، بچه ها هفته ای 3 ساعت درس بخونید، نه، برنامه با جزئیات هفته به هفته که تو دقیق بدونی باید چی کار انجام بدی. انشاءالله تا هفته آینده این میاد رو پنل بچه های کلاس که ثبت نامشون تکمیل شده، که قشنگ بدونن من چی قراره درس بدم، اونها چه تکلیفی، بسته به ذائقه و سلیقه‌شون یکی از این دوتا برنامه رو انتخاب میکنن و جلو میرن. که میگم برنامه یعنی یه چیزی تو این ابعاد، یعنی تو از الان بدونی فلان هفته شماره تست چند تا چند رو قراره حل کنی،
این میشه یه برنامه به درد بخور. چون تو زبان تخصصی خیلی های بچه ها میگن زبان بخون، بعد دانش آموز به یه چالش بزرگ میرسه، اصلا چی بخونم؟ این هفته کجا رو بخونم؟ همون سردرگمیه باعث عدم پیشرفت میشه. ولی ما سر کلاس بابت این قضیه قشنگ برنامه ریزی میکنیم، کارمونو جلو میبریم. پس منظورم از برنامه اینه. خیلی خوب، موضوع مهم دیگه ای که واقعا مهمه، ما ارو چی واسه زبان تخصصی کار کنیم، با چی بریم جلو. ببین زبان تخصصی یه ویژگی داره که بقیه درسات نداره، این که سازمان سنجش تا الان خواسته یا ناخواسته منبع مشخص و مدونی رو نگفته که آقا این کتاب، این فلان، این بیسار سرفصل کنکوره. فقط آخونک زده. کتابای درسی هست ولی مسلماً کافی نیست. ما باید از روی منابع بروز شده بر اساس کنکور نظام جدید تو زبان تخصصی کارمون رو جلو ببریم. نظام جدید، ببین کتاب زبان تخصصی تو بازار هست، سال هاست بوده، کتابای بعدی هم نبودن، ولی آداپته نشدن با کنکور نظام جدید، تکون نخوردن، همونن. یعنی اینجوری بگم، دانش آموز نمیدونه کدوم مبحث تو نظام جدید مهمتر و احتمالیتر و پرسوالتره، کدوم کمتره، هر کدومو چجوری باید بخونه. روی این حساب من توی این دو سه ماه که نیت کردم کلاس زبان تخصصی بذارم داشتم این منابع رو مینوشتم. سه تا منبعی که انشالله تا هفته آینده میاد بیرون از طریقی که حالا بهتون خواهم گفت تهیه میکنید. ما با این سه تا کتاب کار داریم. اگرم میخوای تو زبان تخصصی نتیجه بگیری با این سه تا بیا جلو. سه تا کتاب، سه منبع مورد نیاز تا پایان سال. یه کتاب گرامر جلد شبیه کتاب گرامر عمومی پارساله، ولی میبینی که روش نوشته طراحی و ویرایش شده برای کنکور منحصر از زبان. یه کتاب گرامر با همه درسنامه های مورد نیاز، حدود 850-900 تا تست گرامر. به به، یه کتاب لغت باز برای کنکور زبان طراحی شده. اینا اون کتاب های پارسال نیست، فقط جلد شبیه اوناست. حدود 1600 تا تست لغت پیشرفته و هدفدار داره، لنگویج فانکشن، لیستای احتمالی لغت و غیره. و یه دونه هم کتاب ریدینگمونه که نزدیک 900 تا سوال کلوز ریدینگ توشه، که دانش آموز با این سه تا کتاب به اون سطحی که بتونه تو کنکور زبان عرض اندام کنه خودشو میرسونه. ببینید این جرأت رو داشتیم چون واقعا بابتش کار کردیم. این کتاب ها دقیقا واسه کنکور منحصرن زبان نظام جدیده. یعنی با این کتاب ها به اون نتیجه که باید خودتو قشنگ میتونی برسونی. نزدیک 3000 تا تسته که برنامه میگیرین، تدریس میشه، کارهاشو انجام میدیم، میریم جلو. ببین که میگم مثلا کتاب گرامر یا لغت، ببین این مثلا سرفصل کتاب گرامر منحصرن زبانه. اولا حجم مباحثی که میبینی، خب خیلی هاشو تو کتاب درسی نمیبینی، پس چیزهای بیشتر از کتاب لازم داره، از سرفصلایی که تو کتاب دیده میشه. ولی از اون طرف یه سری مباحث که تو بعضی از کتابا به واسطه نظام قدیم بی خودی روشون اصرار میشه و پتانسیل دانش آموز گرفته میشه رو روش با رنگ توسی مشخص کردم. ببین مثلا بحث نقل قول، بله مبحث مهمیه، ولی تو نظام جدید اهمیتش کمتر از یه مبحثی مثل شرطی هاست که ستاره داره. ویش کلاز، بله مبحث قشنگیه، ولی اهمیتش از مبحثی مثل مدال ها کمتره. ما همه اینها رو درس میدیم، همه اینها رو، چه ستاره دار، چه عادی، چه کم احتمال. منتها دانش آموز بدونه، دانش آموز در جریان باید باشه که آقا من اگر مثلا میخوام دی کنکور بدم،
اولویتم کدوما باشه اگرم به همه نرسیدم. این کاریه که تو کتاب‌های فعلی بازار نکردن، به این دلیل که کتابی از قبل بوده همونو جلد عوض کردن دادن بیرون. کتاب کاملا خوبه اونایی که تو بازاره، ولی منطبق به نظام جدید نیست. یا این فهرست کتاب لغت، ببین درس به درس یه بار اومده، منتخب 10 سال اخیر، منتخب و مفید منابع احتمالی مثل 504، مثل کتابای دیگه، دوباره ترکیبات افعال و چند کلمه ها که یه جورایی تو لنگویج فانکشنت به درد میخوره، کلمات هم خانواده. یعنی به یه نظم و نظامی میخوام سر این کلاسه برسیم که یه نتیجه درست حسابی بگیریم. حالا اینکه عدداش اینا هم جور 111 به خاطر اینکه هنوز فهرستش عدد نخورده بود، کتاب لغت همینجوری خواستم یه شمایی ببینید. منظور نظر این که آقا واسه یه کنکور زبان تخصصی کار کردن خیلی مهمه، ولی از اون مهمتر چه مدلی کار کردنه، رو چی وقت گذاشتن و چه جوری تلاش کردنه. حتما اونو سر این کلاس با یه منطق درست حسابی جلو میبریم. پس اگر واقعا هدفت اینه که تو کنکور زبان رتبه بشی، یا اصلا عشقته که باسواد بشی، اصلا با کنکور کاری نداری، چون هستن سر این کلاس دانشجویان عزیزی که فقط اومدن باسواد بشن، با روند این کلاس قشنگ بیا جلو، حتما باسواد میشی ایشالله. این از این. خب یه پی دی افی رو پنل بچه ها قرار داده بودیم، پی دی اف رو بیار. ببینید پی دی اف فعلی رو پنلتون نوشته جلسه 1 تا 3. با این وضعیت حالا اینترنت و اینها سفارشیه که اگر یه خوردم طول بکشه تا به دستش برسه نگران نباشه. شالا کتاب ها از همین هفته قابل تهیه هست، منتها در حد 3 هفته اولش و پی دی افش رو پنل گذاشتم که بتونید فعلا پرینت هم نمیخواد بگیرین، داشته باشین کاراتون انجام بدین، بعد یه کتاب رو خواهید داشت. کتاب رو هم ببین، کتاب جزوه نیست که بگین پی دی اف کاملش رو بذار رو پنل. هیچ کدوم از این 3 تا کتاب پی دی اف کاملش روی پنله، هیچ بنی بشری، اصلا پی دی افش دست هیچ بنی بشری نخواهد بود، کتابه. این 3 جلسه اولم رو حساب اعتمادی که به شما داشتم و راحتی کارتون گفتم پی دی افش رو داشته باشین ببینید، وگرنه ببینید کتاب با جزوه فرقش اینه، کتاب پی دی اف خالی خالی نداره. آره این چند جلسه رو دارین و اما انشالله امشب از روی همین شروع میکنیم درسمون رو جلو بردن، واسه اینکه به نتیجه خوبی برسیم. یعنی درس رو امشب استارت میزنیم. شاید بعضیاتون پشت کنکوری هایی باشین، گوش بدین، که پارسال دانش آموز خودم بودین تو کلاس سالانه یا تست و نکته. مسلما یه سری از مباحث رو وقتی استارت میزنی میبینی اول شبیه اونیه که پارسال خوندی. خب استارت دوتا یه مبحث نمیتونه 2 جور باشه، اما تو ادامه حتما شاخ و برگ هایی به اون مبحث امسال اضافه خواهد شد که نیاز نبوده توی کنکور عمومی. اینو واسه این میگم که اگر دیدی این مبحثه که شبیه پارسالیه، بله شبیه هست ولی عین اون نیست، گسترده تر از اونه، حتما ببین مبحثو. فرضو بر این نذار که همه یه مطالب پارسال همونایی که امسال میخوایم بگیم، امسال حتما باید چیزی بیشتر باشه. این واسه اونایی که پارسال شاگردم بودن، اونایی هم که نبودن مسلما همه چیز از ابتدای کار واسه شون جدید خواهد بود. سوال؟ استاد یه نفر پرسیدن که تا دی چند درصدشون میگیم؟ تا دی نزدیک، اگر تکالیفشو درست انجام بدی نزدیک 60-70% کار جلو میره. 70% کار جلو میره. استاد کسی که صفره باید کلاس عمومی هم شرکت کنه؟ ببین کسی که صفره، من برنامه رو اینجا طوری چیدم، کسی که صفره ولی اهل کاره نیازی نداره به اون کلاس. نیازی نداره به اون کلاس، مگر شرایط خیلی خاص بیاد جلو. اگر دید نه کلن راه نداره، بگه من هماهنگ کنم با یه حالا تخفیفی، چیزی که دوبار نخواد پول بده اون رو ثبت نام کنه. ولی در کل من همه ی هدفم این بوده که درسته تا سقف قرار درس بدیم، ولی از کف شروع کنیم، پله 3 نردبون یهو استارت نزنیم که یه سری جا بمونن دیگه. گفتن نمیشه یه کلاس بذاریم تا دی تموم بشه؟ نه خیر،
خونه خاله نیست. من اگر بخوام تا دی تموم کنم باید یه جایی رو سنبل کنم. من هیچ کلاسی واسه زبان تخصصی که تا دی تموم بشه ندارم. خود کنکور دی فعلا لنگش رو حواس که هنوز برگزار میشه قطعیه یا نه. برگزارم بشه من کلاس زبان تخصصی که همش تا دی تموم بشه ندارم. دیگه کنکور عمومی بدی؟ خب تو کنکور عمومی که زبان نیست، اگر فقط دنبال اون نمره 100 زبان تو عمومیت هستی، بهتر کلاسه در واقع اونور رو شرکت کنی، کلاس عادی عمومی رو شرکت کنی که توش لیسنینگ و رایتینگ و این هم کار میشه، چون جنس کار با هم فرق داره. حتما تو این کلاس با سوادتر میشی، ولی تو امتحان نهایی یه سری چیزها میاد که سر این کلاس بهش پرداخته نمیشی. دیگه با این کلاس سوادت به 20 میرسه، ولی یه سری تمرینات میطلبه که میگم لیسنینگ و اینها تو کلاس عمومیمون بیشتر از این کلاس بهش پرداخته میشه. هزینه این کلاس هم بیشتر، خب اونو شرکت کن، چه کاریه؟ بانک تست داریم. فکر کنم همین الان در مورد 3 تا بانک تست صحبت کردم. بله 3000 خورده ای سوال قشنگ جمع و جور میشه، هیچی غیر از اون نمیخواید. دیگه خیلی خوب، برو روی پاور. درس رو امشب شروع میکنیم. طبق برنامه‌ای که بهت دادم دو تا اسلاید بزن قبلتر، یه دونه جلو. نه آره این که منابع، دو تا اسلاید دیگه بزن قبل. انتخاب فعل مناسب برای جمله، نگاه کن جلسه 1 2 3 4 تازه بعدتر هم شاید نیاز باشه. فعل مهمترین رکن جمله است، فعل مهمترین رکن جمله است. ما امشب فعل رو استارت میزنیم. یه چیزی بگم، شما توی کنکور زبان از 70 تا تست حدود 25 تاش گرامره. از 70 25 تاش تقریبا گرامره، 10 تا اوله، 5 تا ورد اوردر، 15 تا بین 5 تا 8 تام تو کلوز تست دوباره گرامره. یعنی بین 20 تا 25 تا حدودا سوال گرامره از 70 تا. از 70 تا سوال 25 تاش گرامره، یعنی بیش از 30%. از این 20 خورده ای سوال گرامر، عموما 10 تاش مال فعله، 10 تاش به فعل برمیگرده. اوه عدد گنده ایه، یعنی نصف بازی. ببین نصف خیلی بامزه است. بزن دو تا اسلاید جلوتر، یه دونه دیگه. این که میگم نصف، الان نگاه کنی فعل تنهایی ستونه، بقیه مباحث گرامر که حالا کادر بندی کردم کلش رو هم یه ستونه، واقعا نصف بازیه. و ما این نصف بازی رو امشب میخوایم استارتش رو بزنیم، مسلما تموم نمیشه، اما تو استارت مهمه که با من خیلی ترتمیز کارو شروع کنی جلو بیای. موقعی هم که من دارم درس میدم اگر عقب موندی فدای سرت، نمیخواد الان بنویسی. هر جلسه تای کلاس دست نویس این پاورپوینت ها پی دی اف میشه، میاد رو پنلت، اون موقع وارد کن. میگم یکی دو جلسه اول اگر، چون هزینه های پرینت سرسام‌آور شده، من همه سعیمو کردم که اگه پرینتی هم واسه کتاب و چاپش میشه قیمتی باز به نفع بچه‌ها باشه، چون انتفاع مالیش خیلی اهمیت نداره این وسط. پرینت نگیری به نفعته، حالا یکی تو خونهشون پرینتر داره که جای خود. خب شروع کنیم درسو. بسم الله الرحمن الرحیم. این حجم، ببین این حجم از 25 تا سوال گرامری که شما تو زبان تخصصی خواهید دید، از اینجا تا اینجا همش مربوط به فعله. فعل از نگاه های مختلف. استارتش امشب از یه جایی میخوره که لازمه یه همه مطالب بعدیه. پس امشب و قشنگ گوش بده، حتی اگر پارسالم بودی با من که جا بیفته واسد. خب از ما فعل جمله پرسیده میشه،
میگه فعل رو انتخاب کن. دیگه نگیم مال کدوم درسه، این که فعل رو انتخاب کن. ببین سر فصل و سرچشمه این همه مبحثه، نمیتونی بگه درس خاص بچسبونیش. خیلی مسخره و خاله بازی. من بخوام تو کلاس زبان تخصصی درس به درس گرامر بگم، یعنی اصلا یکی اینجوری درس نده بهتره. واسه انتخاب یه فعل، اگر دیدی تو گزینه هات فعله، چجوری بفهمی فعل میخواد؟ آقا تابلو تو گزینه های فعل با قیافه های مختلف میبینی. مثلا تست تو جوبم افتاده بود تو گزینه هاش فعل بود، یعنی این مبحثه. واسه انتخاب یه فعل 4 مرحله کار باید انجام بشه. 1 حذف علکی ها، این تیکه هاشون که پارسال بودن براشون آشناس. 2 تعیین معلوم و مجهول فعل. 3 تعیین مفرد و جمع فعل. 4 تعیین زمان فعل. به ترتیب اهمیت از بالا به پایین انتخاب یه فعل 4 مرحله کار میطلبه. حالا ممکنه تست رو جوری تر کرده باشن که کار تو مرحله 3 تموم بشه، اصلا به 4 نرسه. جوری طراحی شده باشه که کار تو مرحله 2 تموم بشه، اصلا به مرحله 3 و 4 نرسه. حرفم اینه تو انتخاب فعل زمان اهمیتش به شدت کمتر از بقیه است، برعکس چیزی که خیلیاتون فکر میکنید. زمان کم اهمیت ترین ویژگی فعله، مهمه، ولی اولویت بندی میفته اولویت چهارم. دلیل علمیش هم اینه، دلیل علمیش هم بهت بگم زمان قشنگه که بدونید زمان نسبی است، ولی این ستا مطلق هستند. یعنی چی؟ در مورد علکی‌ها جلوتر توضیح میدم متوجه میشی. در مورد معلوم مجهول، این که میگی مطلقه یعنی توی فلان جمله فعل یا باید معلوم باشه یا مجهول، دیگه این خوبه اون بهتره نداریم. توی یک جمله میخوای مفرد و جمع فعل، شخص فعل رو تعیین کنی، یا فعل مفرد درسته یا جمع، دیگه این خوبه اون بهتره نداریم. ولی واسه زمان همیشه 90% اوقات فلان زمان خوبه، درسته، ولی اون یکی زمان درست تره، نسبیه. فلان قید مثلا ریسنتلی با حال کامل میاد، ولی با گذشته ساده هم میاد. زمان رو خیلی سفت نبندینه، زمان نسبی. روی این حساب بعد آخرین گام بررسیش کنی. اما در مورد علکی بودن فعل پیش اومده، اتفاقا بیشترم تو زبان تخصصی تا عمومی، یه موقع های یه گزینه های بهت میدن که اصلا گزینه وجود نداره. ببین یه موقع فلان فعل تو گزینه هاست، مثلا حال استمراری، میگه آهانی حال استمراریه، به درد این جمله نمیخوره، انتخابش نمیکنی. این یکی آینده در گذشته است، به درد این جمله نمیخوره. اما یه موقع های یه سری گزینه ها بهت میدن اصلا وجود نداره، اصلا گزینه فیکه، علکیه، میخواد ببینه اصلا تو فعل سازی رو بلدی یا بلد نیستی، میخواد ببینه تو میتونی فعل بسازی یا اصلا تعطیلی، ساختار فعل نمیدونی. ساختار فعل هم یه جورایی برمیگرده و هشتم و نهم، هشتم و نهم، بله اونجا استارتش خورده. ساختار کلی فعل، فعل زماندار یعنی فعل اصلی جمله. یه فعل کلن تو انگلیسی قیافش اینه بچه ها، اوکس اوکس اوکس. اوکس یعنی آگزیلیری، یعنی فعل کمکی، فعل کمکی. یه فعل بین 0 الی 3 تا کمکی داره. فعل ها برعکس فارسی که عموما تک لغتی هن، یه موقعی تو انگلیسی 3-4 تا لغت کنار هم میشن یه فعل، اینا حواست باشه. یه فعل بین 0 الی 3 تا کمکی میتونه داشته باشه و حتما یه فعل اصلی. قسمت معنادار فعل اونیه که سمت راست میشینه. مثال ببینی، ببین الان اینا 4 تا فعل. خب طبیعتا تو همشون این لغت سمت راست فعله،
اصلیه، یعنی معنای فعل اصطلاحاً از این احراز میشه. میتونه بین صفر الی سه تا کمکی داشته باشه یه فعل. این الان صفر تا کمکی داره، این یه کمکی داره، این دو تا کمکی داره، این سه تا فعل کمکی داره. اینا فعلای کمکی هن که حالا کار کرده با اینها خودش میشه کلی قصه که ایشالله خوب یاد میگیریم. جریان از این قراره که تو ساختمونه یه فعل موقعی میتونی بگی اون فعل وجود داره که همسایه ها حق همو رعایت کنن. یعنی چی؟ اینجوری واسط بگم، قیافه فعل کمکی دو توسط فعل کمکی یک تعیین میشه، شکل و قیافه فعل کمکی سه توسط فعل کمکی دو تعیین میشه، قیافه فعل اصلی توسط فعل کمکی پشتش تعیین میشه. قیافه فعل، شکل فعل، شکل و چهره فعل رو با زمان فعل اشتباه نکنی. منظور از چهره فعل چهار تا از رایجاش اینان: قیافه ساده، پی پی، آی ان جی و قسمت دوم فعل. بچه ها قیافه های فعل زمان ها رو می سازن. این فعل اصلی مثل فارسی که بن ماضی داری، بن مضارع داری و اینها، تو انگلیسی هم این چهار تا قیافه اینجا میشینن و زمانهای مختلف و افعال مختلف رو میسازن. فعل ساده که بهش قسمت اول هم میگن مصدر بدون تو، مثلا الان اینجا گو یه فعل ساده است، هاو یه فعل ساده است، پی پی قسمت سوم، قسمت سوم اونایی که میگید سفریم، قسمت سوم چیزیه که از کتاب سال دهم ته کتابت هی اوورده، بی قاعده هاش ایدی میگیره، ببخشید با قاعده هاش ایدی میگیره، بی قاعده هاش هم حفظیه که مهماشو بهتون لیست خواهم داد حفظ کنید. مثلا لایک با قاعده است ایدی میگیره میشه لایکت، ولی گو بی قاعده است میشه گان. ستون سومیه که بی قاعده بود، 80% فعلا با قاعده، 20% بی قاعده. یه چیزی تو مایه های صفت مفعولی فارسی میشه. آی ان جی هم که همه میشناسین، گبل آی ان جی بگیره، مثل ورکینگ، مثل دوینگ. قسمت دوم یه جا بیشتر کاربرد نداره، تو گذشته ساده. قسمت دوم فقط تو گذشته ساده میبینیم، قسمت دوم فقط در گذشته ساده میبینیم. جالبه یه جور دیگه هم گفته میشه بچه ها، به شکل ساده میگن قسمت اول، به پی پی میگن قسمت سوم، به گذشته ساده میگن قسمت دوم فعل، که اونم مثل پی پی میتونه با قاعده و بی قاعده باشه. خب همتون میدونید همون لایکی که گفتیم قسمت دومش هم میشه لایکت، ولی گو قسمت دومش میشه ونت. پس جمع کنم حرفمو، در ساختمان یک فعل قیافه هر فعل تحت تاثیر پشتیش، این قیافش با یک تعیین میشه، این قیافش با دو تعیین میشه، این قیافش با پشتیش تعیین میشه، به هر تعداد کلمه که باشن. مثلا الان ویل به گو گفته این شکلی بیا، اینجا هاو به بین به توبی گفته این شکلی بیا، اینجا شود به هاو گفته این شکلی بیا. قیافه یه هر فعل تحت تاثیر پشتیشه و موقعی میتونه یه فعل وجود داشته باشه که این قضیه توش رعایت بشه. پس تو باید بدونی بعد هر فعل کمکی چه قیافه‌ای میاد، یعنی ذائقه افعال کمکی رو بشناسی، یعنی بدونی بعد خونواده مثلا هاو چه قیافه‌ای مجازه از این چهارتا، بعد ویل و شود و مدال ها چه قیافه‌ای مجازه. توی فعل باید این قواعد رعایت شده باشه که خب در ادامه داریم اینو دقیقا میبینیم. این جدول، جدولی که در واقع ابتداش تو سال هشتمتون خورده، ولی خب یه جا بهتون نگفتن خاندان افعالو، من اینا یه جا همه رو آوردم. هر فعلی که بین اجزای آن یکی از قوانین زیر برقرار نباشد وجود ندارد. یعنی یه فعل بخواد وجود داشته باشه باید این قوانین توش برقرار باشه. چه قوانینی؟ یک، این جدوله و این
دوتایی که اینجاست. یه فعل واسه وجود داشتنش باید این قوانین توش برقرار باشه. بعد از دو و داز و دید، قیافه فعلت باید ساده باشه. قیافه فعلت باید ساده باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلانی یه رنگ. مثلا واسه اولی مثال بخوام بزنم، ما don't going اصلا نمیتونیم داشته باشیم. چه میدونم don't gone نمیتونیم داشته باشیم. بعد از دو داز و دید فعل باید قیافش ساده باشه. بعد از هوا هز و هد، هوا هز و هد خاندان هف، حتما باید قیافه فعل پس پارتیسیپل قسمت سوم باشه. مثلا ما هف گو خودمونو بکشیم هم تو انگلیسی نداریم، این غلطه. هد گوینگ نداریم. بعد از هوا هز و هد همسایه بعدی باید قیافش پی پی باشه. این یکی باید ساده باشه. مدال ها، یه چرت بده ببینم بچه ها مدال ها رو میدونن چیه؟ به چیا میگیم افعال کمکی مدال؟ چون یه درس گنده است بعدها. میخوام ببینم الان تو باغش هستین یا نیستین. بده چطو مدالا کیان؟ یه چند تاشو بگید. چی شد؟ بله حتما میتونه مناسب باشه. کن، می، باری کلا، شود، ماست، مایت، آی باری کلا، اوت، تو، در، تو، در، نات، و و و و خیلی. آره علیرضا یه چیز درست حسابی نوشت. بله شما باید کدتو تغییر بدی آی پیام خان، اون کلاس رو باید ثبت نام کنی برای امتحان نهایی. آفرین 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 آفرین. او چقدر اسمایی که اونور میبینیم اینجا هم داریم الان میبینیم. نه نه ربطی به اکشن نداره. هوا هز ندو نقطه، کود، شود، وود، امثال اینها که حالا بعدها لیستش کامل میبینیم. به اینها پس میگیم افعال مدال. افعالی مثل کن و میو نمیخوام امشب حفظ باشی، میخوام فقط آشنا بشی باشون. ویل و وود و کود و اینا، اینا میشن مدال ها. بعد مدال ها فقط ساده میاد، فقط ساده میاد. اما بعد خاندان توبی، بعد خاندان توبی، بذار توبی ها رو برات لیست کنم. خاندان توبی رو برات لیست کنم. خیلی هاشو بلدین. ام و ایز و آر، واز و ور، بیو، بینو. بچه تحتاقاری خانواده بینگ. اینها خانواده توبی هست. پس وقتی میگیم توبی هشتا عضو داره، اما ایزو آر و واز و ور، بی و بین و بینگ، اینا توبی هست. بعد همه توبی ها به جز بینگ، میبینی که اصلا خرج بینگ رو سوا کردم. بعد همه توبی ها به جز بینگ هم آی ان جی میاد هم پی پی، هم آی ان جی میاد هم پی پی. یعنی چی؟ یعنی مثلا از این خانواده مثال بزنم. تو انگلیسی ما is doing داریم، is done هم داریم. معنی های زمین تا آسمون فرق داره ها، ولی بعد از to be ها به جز being هر دو قیافه ممکنه. بعد از to be ها به جز being هر دو قیافه ممکنه، هر دو قیافه ممکنه. اینو بالاتر بنویسم. هر دو قیافه ممکنه. هم is، گفتم بهت دیگه is done، هم is doing، هر دو ممکنن، هرچند معنیشون فرق میکنه. اما بعد being فقط پس پارتیسیپل میاد. بینگ بنده خدا میگه آقا بیخیال منشین، من خودم آی ان جی دارم دیگه، زایست بعدیم آی ان جی داشته باشه. بعد بینگ فقط پس پارتیسیپل میاد. پس خاندان توبی رو یه خورده حواس بهش بده. این از این. یعنی مثلا ما بینگ دوینگ نداریم،
بینگ دان داریم. بینگ یه لوسبازی دیگه هم داره، اونم اینه، میگه یه موقع های خانواده من تو دوتا پشت هم میخوای به کار ببری، اگر یه موقع از خانواده من توبی دوتا پشت هم اومد، دومیش باید من باشم. دوتا توبی دومی بینگ همیشه. مثلا is being، are being داریم همچین چیزی توی استمراری ها میرسیم، ولی is being نداریم، are being نداریم. دو تا توبی پشت هم بود، یعنی دو تا از این خاندان رو پشت هم دیدی، اولی هر کدوم بود اوکی، دومی فقط میتونه being باشه. دو تا توبی پشت هم دومی حتما being. این شد تفسیر این جدول که خب مطالب سالهای قبلت من یه جا کنار هم آوردمش. مطلب بعدی، سه تا قانونی که داریم ازش حرف میزنیم، در فعل منفی محل قرارگیری نات بعد از اولین فعل کمکی است. یه فعل رو بخوای منفی کنی، ناتو باید بذاری بعد اولین فعل کمکی. اسلاید قبلی رو به من بده. ببین مثلا من الان میخوام این فعله رو منفی کنم، ناتو باید بذارم اینجا. خب این دوتاست راحت تشخیصش. این یکی فعلا بخوام منفی کنم، ناتو باید بذارم اینجا. یه موقع ناتو اینجا نذاری، یا اینو بخوام منفی کنم، ناتو باید بذارم بعد از اولین کمکی. یه موقع اینجا یا اینجا نذاری. برای منفی کردن فعل نات باید بعد از اولین کمکی قرار بگیره. حواست به اینم باشه. بزن سلاید بعد. و مورد نهایی، موقع سوالی کردن. خب میدونید دیگه، موقع سوالی کردن یه دونه فعل کمکی میاد میشینه قبل نهاد. مثلا علی ویل گو میشه ویل علی گو، یه فعل کمکی میاد قبل نهاد. حواست باشه فقط یه فعل کمکی بیاری قبل از نهاد. یعنی چی؟ باز بزن اسلاید قبلی. ببین میدونم واسه یه سریاتون اینها بدیهیاته، ولی ما قول دادیم از نقطه صفر تا صد رو پوشش بدیم. مثلا ویل گو رو بخوای سوالی کنی، یه ویل میره اول. حالا هاف بین دوینگ، مثلا دی هاف بین دوینگ دت جاب، بخوای سوالیش کنی هاف دی بین دوینگ، فقط یه هاف میاد اول. تو این یکی فقط یه دونه کمکی میاد قبل نهاد موقع سوالی کردن. بزن اسلاید بعد. وقتی بخوای یه جمله رو سوالی کنی، فقط یه دونه کمکی باید قبل نهادت بشینه، بقیه فعل همونجا سر جای اول خودش میمونه. این یک توضیح کلی از قواعد بنیادی فعلسازی که فعل چجوری ساخته میشه. اسلاید قبل نشون بده. یعنی ما داریم الان بررسی میکنیم یه موقع گزینه فیک تو پاچمون نکنه. حس و علکی ها یعنی این. یه موقع یه سری گزینه بهت میده، میخواد ببین اصلا کجای باقی، اصلا فعل بلدی بسازی، بقیهش پیشکش. اینجور گزینه ها گولمون نزنه. خب برو اونور. یه تمرین دستگرمی آوردم توی کتاب گرامرتون، نزدیک 60-70 تا تمرین خواهید دید که یه همچین آیکونی کنارشه. این یعنی آقا مغزت را بیفته چیزی که گفتیم و قشنگ ببینی. مثال مفتی ندادم به کسی، مثالا رو تو قالب تمرین آوردم که قشنگ جا بیفته. الان ما اینجا میخوایم ببینیم کدوم فعل وجود دارد کدوم وجود ندارد. اونی که وجود داره تیک میزنیم کنارش، یعنی درسته. اونی که وجود نداره طبیعتا ضبط‌تر. یکی دو تاشو من بررسی میکنم، بقیه رو بهشون دو گزینه ای بده. بچه ها تو ماژول وارد کنید، بسنجیم خودمونو. چه جوری بررسی میکنم؟ نگاه 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 نگاه. بعد از هوا هزاحت باید پی پی بیاد. بعد نیست بگم نگفتم. بی شکل ساده تو بیه، بین شکل پی پیشه، بی اینگم طبیعتا شکل آی ان جی شه دیگه. بعد از هفت پس بین به قیافه درستی نشسته. بعد از توبی ها باید یا پی پی بیاد یا آی ان جی، ولی این الان ساده اومده، پس حتما این فعل غلطه. این فعل غلطه.
بعدی بعد مدال ها فعل و از ساده بیاد. خب اینا هاش بی ساده است اومده. بعد از تو بی یا پی پی میاد یا آی این جی. خب یا پی پی یا آی این جی. سین الان پی پی فعل سیه دیگه، اینا رو ایشالا باید حفظ کنیم. پس الان این فعل درسته، این وجود داره، این وجود داره. این میشه فهمیدن اینکه آقا یه فعلی فیکه یا نیست، یه فعلی وجود داره یا وجود نداره. از 3 تا 14 رو بهشون ماژول بده، دو گزینه ای. اگر دیدی اون فعل وجود داره گزینه ای رو انتخاب میکنی، اگر دیدی وجود نداره گزینه بی. 2 دقیقه وقت بجنبید. بچه ها یه لحظه رفتم چت رو دیدم، دیدم یه سریاتون دارید تایپ میکنید، دمتون گرم. ولی ماژول داره، راحت گزینه انتخاب کن که تو آمار سنجی کلاس بیای، اینجوری بهتره. پرچمتون بالا. خب ماژول 3 رو بده. 3 64% میگین غلطه، 35% میگید درسته. ببند. این حتما غلطه، حتما غلطه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بعد از هوا هز و حد باید پی پی بیاد. سی سا سینی قسمت دومه، این باید سین می بود که درست میشد. پس این غلطه. دخترا پسرا رفقا کنکوریا غیر کنکوریا، بلد بودن قسمت سوم افعال بی قاعده ها، چون تو باید بی قاعده رو حفظ کنی، اون 15-20% هرچی مون میشه با قاعده. عین نون شبه تو زبان، عین جدول ضرب واسه ریاضی. یه پی دی اف خوشگل رایگان تو سایت خودم هست، چیدم خوشگل چیده شده، اونو از روش کار انجام بدی. بچه ها واقعا واسه اون
پی دی اف زحمت کشیدن که به یه قاعده مندی، حتی بی قاعده ها رو با یه قاعده هم وزناش کنار هم باشه راحت‌تر حفظ کنید. ولی باید حفظ باشی برای کنکور، برای امتحان نهایی، برای هر جا که تو زبان سلام علیک می‌کنی. اون افعال بی قاعده مهمه، این حتما غلط وجود نداره. چهار بده ببینم. 91% میگین غلطه. ماشاءالله حتما غلطه. چرا غلطه؟ به این دلیل غلطه که دو تا خانواده توبی اومدن پشت هم، دو تا توبی، دومی حتما باید بینگ باشه. تو اولین غلطو که تو فعل پیدا میکنی بقیهش رو ول کن، اصلا بررسی نکن. واز بی اصلا نداریم، واز بینگ. حالا گور پدر ادامهش. پس این غلط بود. ماژول 5 93% میگین درسته، منم میگم درسته. ببند. ماست بی، ماست بی، بعد از ماست باید ساده بیاد ایناش. بعد از توبی هم میتونه آی ان جی بیاد، میتونه پی پی بیاد. پس این فعله کاملا درسته. حالا اینکه این چه زمانیه، مدال استمراری و فلان، اینها به موقعش درس میدیم. ببین رفیق، من الان کار ندارم معنی اینا چی میشه و چه خبره توشون. الان مسئله اینه بودن یا نبودن، همین. To be or not to be, that's the question. 6 وجود داره یا نداره. بودو 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 بودو. 65% میگین وجود داره، 34% میگین وجود نداره. نه خیر، وجود داره، خیلی هم خوب وجود داره. آقا بعد از تو بی بیا، بعد از تو بی باید پی پی بشینه یا آی ان جی. خب ایدیا پی پی های با قاعدن. اصلا بچه ها اصل پی پی ها، پی پی انگلیسی ایدیان، 80% مواقع بی قاعده هاش حفظیه. پس این الان درسته، وجود داره. استاد من اینو به گوشم کم شنیدم. کدوم محل لندن زندگی میکنی که با گوشت میخوای گرامر جواب بدی؟ گوشموشو بریز دور. این وجود داره، وجود داره. او پس داری میبینی که حتی بعضی از بچه های قوی که کلاس زبان کم نرفتن، تو اون پایینا بیس و فونداسیون زبانشون یه خورده به آرایش نیاز داره. ما میخواییم زبان رو از صفر تا صدش به قشنگترین شکل ممکن یه قصر بسازیم تو زبانمون که هر کی دید ما رو سر تعظیم بیاره پایین. 7 وجود داره یا نداره. بودو بله وجود نداره. بعد از مدال ها باید ساده بیاد. ویل کن فایت وجود داره یا نداره. ویل کن فایت بده بیاد. میدونستم. 48% میگید وجود داره، 52% میگید وجود نداره. به خدا که وجود نداره، این غلطه. حالا چرا؟ دلیلش اینه. میخواستم اینو تو تبصره های این پایین بهت بگم. مدالا فقط یه دونه ازشون میتونه بیاد، فقط یه دونه. بذار با یه رنگ دیگه اون وسط بنویسیم یه کانترانسی داشته باشه. دوتا مدال پشت هم فول. بچه ها از خاندان مدال فقط یه دونه در اول، اونم مدالا فقط میتونن اول بشینن. دوتا مدال اصلا پشت هم نداریم. تازه مدالم که میاد باید اولی باشه. پس این حتما غلطه. پس شد یه تبصره لایت اون وسط مسطا. دوتا مدال پشت هم نداریم. مدال توی فعل یه دونه میتونه بیاد، اونم فقط اولی باشه. این قشنگ الکیه. حالا همچین چیزی رو تو گزینه ها بده، مخ خیلی ها رو درگیر میکنه که خدا این چه زمانی بود. نصفتونم که اصلا قبولش داشتین. نهمی وجود داره یا نداره. احسنت، حتما وجود داره. یه متره، خب باشه، 4 تا لغت که بیشتر نیست، 3 تا کمکی داره. بین کمکی هم قواعد رعایت شده. بعد ویل باید ساده بیاد، ساده یه هوا هزاحت هوه. بعد هف باید پی پی بیاد، اینهاش اومده. بعد از توبی هم باید آی ان جی بیاد. همه چی سر جاشه، بنده خدا آدمی زاده، وجود داره. 10 وجود داره یا وجود نداره. مرسی، 92% میگین وجود نداره. خیلی ها توی کلاسی با این تعداد جمعیتی که الان آنلاینید، 92% بگین این غلطه. نشون میده که بچه ها قوی هن. ولی همین بچه های قوی توی فعلی مثل این گول خوردن.
ما باید هر گونه دروازه، دریچه، حتی روزنه خطا و حمله طراح کنکور رو ببندیم. 11 وجود داره یا وجود نداره؟ مرسی، حتما وجود داره. بعد از دو داز بعد فعل ساده بیاد. استاد نات کیه؟ نات قید منفی سازه. نات جزء ساختمون فعل نیست، قیدیه که میاد تو خانواده فعل میگه آقا من اومدم منفیت کنم. بله این وجود دارد. should have been eaten 12ه. او یهو قیام کردین باری کلا ببند. حتما وجود داره، حتما وجود داره. معنیش چیه؟ چه زمانیه؟ بماند. ولی قواعد توش رعایت شده، پس این بابا وجود داره. 13 او 31% گولیفای، گول خوردن. این وجود نداره به یه دلیلی که اینجا گفتم. از مدال فقط یه دونه میتونه بیاد، اونم در اول. دو نات ویل ما نداریم. مدال یه دونه، اونم اول. یه دونه فقط هم اول، وسط مسط نمیتونه بیاد. پس این غلط. 13 و 14 51% گفتین غلط، 48% گفتین درسته. حتما غلط. هرچند شاید تو مکالمه از یه نیتیو اینو بشنوی، ولی از نظر گرامری غلط آخری بچه‌ها. چرا غلطه؟ چون که گفتیم اگر فعل بخواد منفی بشه، نات باید بعد از اولین کمکی بیاد. فقط اینجا جای درستشه، اینجا جای غلطیه. could not have seen. ای استاد من شنیدم، به گوشم آشناست. بله تو مکالمه گفته میشه. شما هیچ وقت گرامره، اونم گرامره کنکور منحصرن زبان، یا حالا گرامر تافل آیلتس، کنکور ارشد که بعضی از بچه این کلاس میخوان حالا ارشد هم شرکت کنن، گرامر آزمونای با این سطح یه موقع با گوشت نسنجیا. ببینم اگه ما صبح تا شب فارسی رو حرف میزنیم، قواعد دستوری رو توش رعایت میکنیم که اونا تو همه حرف زدنشون رعایت کنن. هیچ وقت کلوکیوال لنگویج، زبان محاوره رو ملاک گرامرتون قرار ندین. بسیار خوب، ما به یه بسم الله بازی رو با هم پر کردیم. ببین یه صفحه‌ای که به ظاهر پیش پا افتاده بود چقدر حرف توی زده شد. اگر تو نوشتنت عقب میمونی فدای سرت. آخر ساعت اینا پی دی افش در اختیارت قرار میگیره، رو همون مرور کن فعلا، یا خاصی بعد از کلاس رو پرینتی که گرفتی وارد کن تا موقعی که کتابت به دستت برسه. نوشتن از گوش دادن عقبت نندازه سر کلاس من، چون شنیدن و یاد گرفتن همه چی مهمتره. بریم گام دوم بازی. یه دقیقه اسلاید قبلی رو بده. ما الان فهمیدیم الکی کیست، چیست و چی کارمون میخواد بکنه. حالا میخواییم بریم سراغ معلوم و مجهول، اکتیو وایس اند پسیو وایس، چیزی که حالا تو کلاس زبانها به اسم خارجیش میگن اکتیو و پسیو یک فعل، چیزی که تو فارسیت داری، تو عربیت داری، تو انگلیسی داری، اصلا یه اصل زبانیه تو همه زبانهای ریتن فرم دنیا وجود داره، زبانهایی که فرم نوشتاری توشون هست. برو تو اسلاید جلوتر، بعدی نه بعدی. میخوایم معلوم مجهول رو شروع کنیم از یه دریچه خاصی. یه مطلب بگم، کتاب گرامرتون رو به عمد 4 رنگ زدم که چشم نواز باشه، که عکس صفحات کتاب تو ذهنت حک بشه، یه بارم که خوندی بعدن بتونی استفاده کنی. سر همینه میگم پرینت گرفتنش یه عدد عجیب غریبی واسهتون خواهد بود. الان یه صفحه پرینت رنگی درو فکر کنم 5000 تومن 6000 تومنه، اصلا بهش فکر نکنید. یعنی مثلا یعنی یه کتاب مثلا 220 صفحه‌ای که میشه 100 برگ میشه 500000 تومان. اگه بخواید اصلا به پرینت فکر نکنید بچه‌ها، چون اون قیمتی که آره البته اون چاپ دیگه، واسه همین پایین تر زد. و شیرینش هم اینه که اینجوری رنگی باشه. من زور زدم این رنگا هر کدوم فلسفه‌ای داشته باشه. گوش بده یاد بگیر. هر فعلی، آقا هر فعلی، چه اصلی چه فرعی، یعنی چه فعل زماندار چه چیزایی که بعدا میخونیم، ing مصدر با تو بدون تو امثال اینها، هر فعلی چه اصلی چه...
یه صاحب داره. استاد منظورتون همون نهاده؟ نه لزومن. صاحب فعل یه موقعهایی هم نهاده، یه موقعهایی هم چیزهای دیگه است. صاحب فعل اونیه که فعل ازش سر میزنه، فعل به گردن اونه، فعل زیر سر اونه. هر فعل صاحبی دارد که عموماً، که عموماً، حالا چون کلا زبان تخصصیه میشه گفت که عموماً، آخ 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 آخ، 90% اوقات وقتی میگیم عموماً، خود اون 10% یه روزه یه جلسه ای خواهد داشت به موقعش، که عموماً این یارو صاحب، صاحب فعل یه گروه اسمیه، یعنی یه اسم تکی، یه حالا با صفت مفت دوروبرش یا ضمیر. پس صاحب فعل یه اسم یا ضمیریه و قبل از اون فعل قرار گرفته. از نظر لوکیشن تو جمله بهت گفتم صاحب فعل کیه و کجاست. مثلا الان اینجا فعل wrote میگه those children wrote letters yesterday، بچه ها دیروز نامه هایی نوشتن. الان wrote فعلمه، صاحبش میشه those children، عمل نوشتن اون بچه ها سر زده. تو این یکی کتاب داشت توسط او ویرایش میشد، فعلم هست was being edited، صاحبش کیه؟ the book. ای استاد اون دختره داشته ادیت میکرده. آقا این فعل میگه داشت ادیت میشد، ادیت شدن از کتاب سر زده. همون بحث معلوم مجهول، یواش داریم میریم توش. فعلا دارم معرفی میکنم بهت، میگم بچه ها صاحب فعل، صاحب فعل بچه ها، میخوام بدونی صاحب فعل چیه. این باحاله، این باحاله، این باحاله. یه فعل اصلی وسط آوردم، یه فعل فرعی که بدونی فعلای فرعی هم صاحب دارن. الان عمل گفتن از کی سر میزنه؟ از شی. پس شی میشه صاحب این. عمل تمیز کردن از کی سر میزنه؟ از هر سان، از پسرش. پس این سان میشه صاحب این. ببین الان سان صاحب تو کلین هست ولی لزوما نهاد جمله نیست. پس اینکه بگیم همه صاحب فعلا نهادن حرف غلطی. صاحب فعل یه مفهومی گنده تر از نهاد و سابجکت جمله است. یکی از انواع صاحب فعل، یکی از انواع مهمش نهاده. بیا اینجا. We want our job to be done soon. ما میخواییم کارمون زود انجام بشه. الان صاحب want we. صاحب our job، ببخشید صاحب to be done به عنوان فعل فرعی our job. پس میبینی هر فعلی یه صاحبی داره که یا یه اسم، یه اسم خالی خالیه مثل بوک ایناش، یا یه گروه اسمیه مثل our job، مثل those children، یا یه ضمیر هستن مثل we، مثل she. اون 90% که نشسته قبل فعل. این شد مفهوم صاحب فعل. سوال خاص؟ در مورد فعل کمکی ها گفتن که تایش سه تا میتونه کنار هم بیاد؟ بله، مگر شرایط خاص نیاز بشه در موردش حرف میزنیم. برای ما حتی اکثر سه تاست. خب یه مطلب ببین، ببین این اسلاید و این دوتا لغمه، این تیکه این وسط و این پایینی، دوتا اصلا این و این، بذار بنویسم. تو هم خواستی تو فایلت یا تو کتابت که بعدن گرفتی بنویس این دوتا، این دوتا اصول زبانی هن. یعنی چی؟ یعنی تو فارسی، ترکی، مغولی، افغانی، تو هر زبانی تو دنیا که بری سراغش، عربی، این دوتا اصل وجود داره. این وسطی که مثالشه، این دوتا اصول زبانی هن. عموماً یعنی 90% اوقات، هر جا میگم عموماً 90% اوقات، اون 10%شو نمیخوام بپیچونم اما به موقعش بهش میرسیم. عموماً بین فعل و صاحبش، بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگی برقراره یا رابطه شوندگی. یعنی هر فعلی با صاحبش، 90% فعلا با صاحبشون یا رابطهشون کنندگیه یا شوندگی. مثلا بچه ها و نوشتن، بچه ها می نویسن یا نوشته میشن؟ بچه ها می نویسن. هر جا عمل توسط اون صاحبش انجام بشه رابطه کنندگی، هر جا روی صاحبش انجام بشه شوندگی. نگاه نگاه نگاه،
بسم الله. به به. الان عمل نوشتن توسط بچه ها داره انجام میشه، پرابطه اینا کنندگیه. تو بعدی کتاب می نویس، ادیت میشه یا ادیت میکنه؟ کتاب ادیت میشود، عمل ادیت روی کتاب اتفاق میفته. او میگوید یا گفته میشود؟ او میگوید، پس رابطش کنندگیه. اون پسر تمیز میکند یا تمیز میشود؟ تمیز میکند، رابطش کنندگیه. ما میخواهیم یا خواسته میشویم؟ ما میخواهیم، پس رابطش کنندگیه. کار انجام میدهد یا انجام میشود؟ کار انجام میشود، پس رابطش شوندگیه. بین فعل و اسم یا رابطه کنندگیه یا رابطه شوندگیه. کنندگی یعنی فعل توسط صاحبش انجام بشه، شوندگی یعنی فعل روی صاحبش انجام بشه. یکی دو تا از این پایینی ها رو من جواب بدم، بعد بقیهش رو شماها بررسی کنید. اونایی که شوندگیه روش می نویسم شین جلوش که جام کمتر گرفته بشه، اونایی که کنندگیه می نویسم که. الان خانه و ساختن، عمل ساختن روی خانه اتفاق می افته. می تونی از شدن کمک بگیری، خانه ساخته می شود، پس شوندگیه. ای استاد خونه رو ما می سازیم. چرا خودتو میاری وسط؟ خونه رو ما می سازیم، بذار کنار. خود خونه، خود خونه می سازه یا ساخته میشه؟ ساخته میشه، پس رابطه شوندگی. بوک و رید، کتاب خوندن، کتاب خوانده می شود، عمل خواندن روی کتاب اتفاق می افته. تیچر و رید، معلم می خواند یا خوانده می شود؟ معلم می خواند، عمل خواندن توسط معلم انجام میشه، پرابطه کنندگی. پیپل و اینوایت، مردم هم ممکنه دعوت بکنن هم دعوت بشون. اه مگه میشه استاد؟ آره، بیرون جمله بعضی وقتا هر دوتا رابطه میسره، بالقوه هر دوتاش رو داره، ولی تو جمله فقط یه دونش رو میتونه بپذیره. کی کدوم خواهیم گفت. الان فود و ایت، فود و ایت، فود و ایت رابطه شون کنندگی یا شوندگی؟ بدو فود و ایت رابطه شون کنندگی یا شوندگی؟ چطو بده فود و ایت رابطه شون کنندگی یا شوندگی؟ شک پشت. این چیه؟ فود و ایت، شه شه شه، آره دو نقطه، خودتو اذیت نکن، شه دقیقا رابطه شون شوندگیه. مرسی مرسی مرسی، شوندگی، باریکلا باریکلا. سعید، آیدا دو نقطه، فاطمه، علی اون یکی دو نقطه، انام براو نیوزپیپر، بله شوندگیه، چاپ میشن تعدادی از روزنامه، شوندگی. مبینا، شکیبا، نگار، ساناز دو نقطه، فاطمه باریکلا، زهر ما نمیدونم چی نوشتی، فرزاد، ملیکا، ملیسا، بله بله، سودابه، بله رابطه شون شوندگیه، چون عمل خوردن روی غذا اتفاق میفته، غذا خورده میشود. فیلم و شو هم همینطوره، فیلم نمایش داده میشود، فیلم نشان داده میشود، رابطه شون شوندگیه. ما تا قیام قیامت هم مثال بزنیم بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگی یا شوندگی. این اصل اول زبانی تو فارسی، عربی، هر جا این برقراره. این آخری حسن ختام این تیکه باشه، عروش حرفای خفنی میخوام در بیارم. مثلا مثلا خانه و ساختن، یا نه بیا این ور شروع کنیم، تیچر و رید، معلم و خواندن، رابطه شون کنندگی بود. بیام با معلم و خوندن تو زمانهای مختلف جمله بسازم، ببینم چی در میاد توش. معلم میخواند، فعل معلوم، معلم خوانده است، معلوم، معلم خوانده بود، معلوم، معلم دارد میخواند، معلم خواهد خواند، معلم داشت میخواند. هی زمان داره عوض میشه، ولی همه فعلا معلومه، همه فعلا معلومه. یا اینجا بچه ها و نوشتن، این گذشته بود، حالا زمان های دیگرش، بچه ها نوشتن، بچه ها می نویسن، بچه ها خواهن نوشت، بچه ها نوشته بودن، زمان داره عوض میشه، اما همه فعلای من معلومن. پس میشه گفت اگر رابطه فعل و صاحبش کنندگی بود، نوع فعل
قیافه فعل، فعلی که تولید میشه حتما معلومه. و اگر رابطه فعل صاحب شوندگی بود، حالا بوک و رید شوندگی، کتاب خوانده شد مجهول، کتاب خوانده می شود مجهول، خوانده خواهد شد مجهول، خوانده شده بود مجهول، خوانده شده است مجهول، زمان داره عوض میشه. ولی انگار وقتی رابطه شوندگی، حتما فعل من مجهول از آب در میاد. حرفو جمع کنم، شیشتونگ یک دقیقه به من تایم بدی، به نتایج خوبی میرسی. عموماً 90% اوقات بین فعل و صاحبش یا رابطه کنندگیه یا رابطه شوندگی. و رو مثال ها فهمیدیم اگر رابطه فعل و صاحبش کنندگی باشه، فعل حتما معلومه، اصلا به زمان ربطی نداشت. اگر رابطه شون با هم شوندگی باشه، اون فعل حتما مجهول ظاهر میشه و یک نتیجه فوق خفن. اینو قشنگ آویزه گوشت کن موقع تست زدن رفیق، موقع حتی رایتینگ تافل و آیلتس و این ور اون ور. اونم اینه، معلوم مجهول ما گفتیم مقدمه بر زمانه، تو همون اسلاید اولیه زودتر از زمان بررسیش میکنیم، مقدمه بر زمانه. نه تنها مقدمه بر زمانه، مستقل از زمانه. یعنی اصلا معلوم یا مجهول بودن فعل ربطی به زمان نداره. بعضی به من میگن استاد حال کاملا مجهول میشه؟ من میگم بله. یه خود تعجب میکنه، استاد گذشته کاملا مجهول میشه؟ میگم خب آره. بیشتر تعجب میکنه، آقا تعجب نداره، اصلا معلوم مجهول یه ویژگی از فعله که هیچ ارتباطی به زمان فعل نداره. معلوم مجهول فقط به یه چیزی ربط داره بچه ها. معلوم مجهول فقط به رابطه فعل و صاحبش ربط داره. معلوم مجهول فقط به رابطه فعل و صاحبش ربط داره، به هیچ چیز دیگه ای ربط نداره. پس واسه تعیین معلوم مجهول کافیه ببینی فعلی که تو گزینه‌هات رابطهش با صاحبش چیه. اینا شد اصول زبانی. استاد من تو انگلیسی اصلا اینا رو فهمیدم، اصلا بلد بودم. من کجا یه فعل که تو گزینه هامه بفهمم حالا معلومه یا مجهول؟ فهمیدم معلوم میخوام، حالا باید معنی کنم گزینه ها رو بفهمم معلومه یا باید معنی کنم بفهمم مجهول کدوم؟ نه، هر فعلی بهت بدن با یه نگاه، واقعا یه نگاه، فقط یه نگاه میتونی بفهمی معلومه یا مجهول. یعنی یه سری فعل مثلا هر کدوم اینها چهار تاش تو گزینه هات باشه، با یه نگاه میشه فهمید کدوم معلومه کدوم مجهول. معنی نمیخواد. چه جوری؟ هر فعلی تو گزینه هات بود یا هر جا دیدی تو جوب افتاده بود یه فعل، به دو کلمه آخر فعل نگاه کن. تو الان منظور من از دو کلمه آخر میفهمی یعنی چی؟ یه موقع فعل شاید 3-4 کلمه باشه. به دو کلمه ته فعل، دو کلمه سمت راست فعل نگاه کن. اگر یه توبی و جلوش یه پیپی نشسته بود، دو کلمه ته فعل یه پیپی بود یه توبی، این بابا هر دوش هم همزمان ها، یعنی هر دوش باید باشه. اگر دو کلمه ته فعل این شکلی بود، اون فعل حتما مجهوله، وگرنه معلومه. پس هر فعلی که دو کلمه آخرش این شکلی باشد، دو کلمه آخرش این شکلی باشد، این بابا مجهول است. اگر این شکلی نباشد، اون فعل حتما معلوم است. شد دو تا لام چرا؟ خب توبیا رو که بهت گفتم دیگه، ام و ایز و آر و واز و ور و بی و بین و بینگ. پی پی هم واسه بار انوم، با قاعده هاش که ایدی، بی قاعده هاش که حفظی. 80%شون با قاعده هن، 20%شون هم بی قاعده. بیا تو این فعلا با هم تمرین کنیم، یه تعداد از 4 تا 15 براشون بساز، A و B.
اگر مجهول بود گزینه A رو انتخاب کنن، اگر معلوم بود گزینه B رو انتخاب کنن. خب کجا رو باید نگاه کنیم؟ دو کلمه آخر فعل. این بابا که بدبخت کلن دو کلمه است. خب این پی پی نداره، سیه، تو بی هم نداره. به خدا که این معلومه، این فعل الان معلومه. بعدی will have seen، پی پی داره، تو بی نداره، اینم معلومه. این چسب دو قلو واسه مجهول بودن باید جفتش کنار هم بشینه. آقا یه لحظه منو نگاه، الان معنی این فعلا چی میشه به تو؟ چه ما به معنی و زمان الان اصلا کاری نداریم، ما الان به معنی و زمان کاری نداریم، ما فقط میخوایم تشخیص بدیم کدوم معلومه کدوم مجهول. معنی و زمانش رو به موقع سراغش میریم. برای معلوم مجهول بودنم دو کلمه یه ته فعل رو نگاه میکنیم. این یکی، این یکی توبی داره، پی پی نداره، خب اینم معلومه. پس برای معلوم مجهول بودن دو کلمه آخر فعل رو باید نگاه کنیم. چهار رو بهتون تقلب میرسونم. این پی پی داره، توبی هم داره، به خدا که این مجهوله. معنیش چی میشه به تو چه؟ ما الان فقط میخوایم معلوم مجهول رو تشخیص بدیم که واسه تعیین معلوم مجهول کافیه دو کلمه آخر فعل رو نگاه کنیم. همین. از 5 تا 15 رو یا 90 ثانیه تایم تعیین کنید. اگه معلوم بود گزینه B، مجهول بود گزینه A.
قبلش یکی بچه سوال خوب پرسیده بود. استاد در مورد اون مبحث که گفتیم معمولا سه تا کمکی قرار میگیره. یکی از بچه‌ها حالت مجهول آینده کامل استمراری رو گفته بود. آینده کامل استمراری که ایشالله به موقعش درس خواهیم داد. داریم تو سرفصلامون. چون سه تا کمکی خودش داره، مجهول کردنش یه سری منابع میگن رایج نیست چون یه دونه کمکی دیگه اضافه میکنه، یه سری منابع میگن اصلا وجود نداره. سر همینه خواهید دید بعدنا به واسطه اینکه سه تا کمکی بیشتر نشه، بعضی از زمانها مجهولشون باید تغییر قیافه بده به یه زمان دیگه که تو چارچوب کنکور نظام جدید نیست، ولی حالا بهش اشاره خواهیم کرد. مرسی باریکالا، چه سوالای خوبی. پنجو بده ببینم. 93% میگید مجهوله، باریکالا منم میگم مجهوله، ببند منم میگم مجهوله. 6 باریکالا، مرسی، مجهوله دقیقا. مرسی آماراتون. یه چیز خفن بچه، این الان مستر با توه، ولی مستر با تو هم میتونه مجهول بشه. خواستم اینجا تو این تمرین بگم نه تنها افعال اصلی، بلکه افعال غیر اصلی مثل مستر با تو، آی ان جی و اینها میتونن مجهول بشن. ایشالله به موقعش بررسی میکنم. معلوم مجهول مفهومی خیلی گنده تر از زمانه که تو بقیه قیافه های فعلم نفوذ میکنه. 7 معلومه یا مجهول. آی ماشالله مجهوله، آماراتون لذت بخشه. 8 معلومه یا مجهول. 8 باریکلا ببن، مرسی. 8 معلومه. 9 معلومه یا مجهول، مرسی. 9 مجهوله، چون که is written پی پی تو بی جفتشو داره. beaten، مرسی، 90% گفتین مجهوله، منم میگم مجهولی. الان مصدر ساده مجهوله، مصدر ساده مجهول، مصدرها هم دقیقا معلوم مجهول دارن. تو میدان جانم مجهوله، مصدر با توی مجهول. should be building، should be building، 96% میگین معلومه، ببند. حالا این چه زمانیه؟ به تو چه؟ معنیش چی میشه؟ فعلا به تو چه؟ ما زمانش رو شاید خیلی همون ندونیم، معنیش هم درست ندونیم، ولی معلوم مجهولش رو با نگاه داریم تشخیص میدیم. این مهمه. هر چیزی به جای خودش. Will have been seen، معلوم یا مجهول؟ اوف آمارا خیلی خفنه. باریکالا 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 مجهوله. Is going to be driven، معلوم یا مجهول؟ این دو کلمه آخرش پی پی داره، تو بی هم داره، نمیاد، ولش کن. ۸۸% میگید مجهوله، کاملا درست. ماست هف سین، ماست هف سین، معلومه یا مجهول؟ معلومه یا مجهول؟ مرسی. ماست هف سین معلومه، چون پی پی داره ولی توبی نداره. پس ما الان معلوم مجهول شناسای قدری شدیم. بریم حرفامون رو بریزیم رو هم، تست بزنیم، تست بزنیم. تو یه فعل داری تو گزینه ها، سرا بالا سرا بالا سرا بالا، یه فعلی داری تو گزینه هات، به تو میگه شکل مناسبش رو انتخاب کن. بعد از حذف علکی ها، یعنی فیک میکا رو که ریختیم دور، گام اول باید معلوم مجهول رو بررسی کنیم. رابطه صاحب فعل، یعنی اون گروه اسمی یا ضمیر قبل جاخالی رو، با فعل موجود در گزینه ها تعیین میکنیم. یا رابطش کنندگی میشه یا شوندگی. اگر دیدیم رابطش کنندگی، خب فعل معلوم میخوایم، شوندگی بود فعل مجهول میخوایم. یعنی در واقع تو یه فعل داری تو گزینه ها، سر بالا سر بالا، یه فعل داری تو گزینه ها که صاحب این فعل قبل جاخالی، حالا یا بلا فاصله یا با یه کوچولو فاصله، اینکه کی فاصله دار میشه رو خواهم گفت. این فعل تو گزینه ها، اینم صاحب فعل تو صورت تست. بین اینها رابطه شون یا کنندگیه یا شوندگیه یا اصلا تو نگاه اول هر دوشه.
دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. فعلا این حالتی که ممکنه هر دوش باشه، مثل اون یارو پیپل و اینوایت رو بذار کنار، روی این دو حالت اصلی با هم حرف بزنیم. تو فهمیدی رابطه شون با هم کنندگیه، فهمیدی رابطه این دوتا با هم کنندگیه، پس فعل معلوم میخوای، پس مجهولا رو تو گزینه‌هات خط میزنی، اونم که با نگاه بلدی. یا برعکس، فهمیدی رابطه شون شوندگیه، تو فعل مجهول میخوای، این دفعه معلوما رو تو گزینه‌ها خط میزنی، اونم که عرو قیافش برات قابل تشخیصه و تست به راحتی تو این مرحله به جواب میرسه. نمونه ببینیم. یه نگاه میکنم، خب گزینه هام که فعل، پس باید فعل بازی کنم. بزنم علکی دارم. May have be sent. بله این علکیه. بعد have که ساده نمیاد. استاد شما زود تشخیص میدین علکی ها رو، چون بیشتر از تو تست زدم. تو هم تست بزنی سریع تشخیص میدی. فعلا این که اصلا فیکه. صورت تست هرچی باشه این جواب نیست. این وجود داره، این وجود داره، اینم وجود داره. فعل من الان هست ارسال کردن. صاحبش birthday card. کارت تولد. کارت تولد ارسال می شود، شوندگیه، پس من مجهول میخوام معلوم ها رو خط بزنم. این پی پی داره توبی نداره معلومه، نمیخوامت. این پی پی داره توبی نداره معلومه، نمیخوامت، خط میخوره، پس جواب میشود گزینه 4. صورت سوال چی نوشته بود؟ به تو ربطی نداره چی نوشته بود. خیلی از اوقات نصف بیشتر صورت سوال، نصف بیشتر صورت سوال مترسک و دست و پاگیره واسه دانش آموز و میخواد محک بزنه ببینه تو میتونی بدون کامل خوندن و اسیر لغتای سخت و خارج از کتاب نشدن بدون این به جواب برسی یا نه. بریم بعدی. بعدی تست خود کنکور زبان بوده. بزنم علکی داریم. has been watching که وجود داره، has watched وجود داره، was be watched نه خیلی، دوتا تو بی پشت هم، دومی باید being باشه، was being باشه. خب این سه تا وجود دارن. فعلا تماشا کردن، تماشا کردن. دمچ هم که صاحبش، مسابقه تماشا می شود، شوندگی، پس مجهول میخوام. خب این توبی داره پی پی نداره معلومه، این یکی پی پی داره توبی نداره معلومه، این پی پی داره توبی هم داره مجهوله، پس جواب همین. استاد این واقعا تست کنکور زبان تخصصی بود؟ آره به خدا، خیلی ساده است که، ساده است واسه اونی که در درست میره تو این تست. حالا یه نفر ناشی بازی در بیاره با زمان بخواد شروع کنه، گزینه 1 حال کامل استمراری، این یکی حال کامل، تو این یکی میمونه اصلا خدای چه زمانیه، اینم گذشته استمراری، گذشته استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، بعد میمونه خدایا با این ونه اینجا چی کار بکنه، این داره چه زمانی رو نشون میده، در صورتی که اصلا کاری به زمان نداره این بابا، کاری به زمان نداره. حواسمون به اینجور رکبا باشه که نخوریم. بعدی، خب این وجود داره، این وجود داره، من یه سه تا حل کنم، یه سه چهارتم شما، این وجود داره، اینم وجود داره. خیلی خب اینا وجود دارن. ریتن میشه نوشتن، آرتیکل هم که میشه مقاله، مقاله نوشته میشه، مجهول میخوام شوندگی، شوندگی مجهول میخوام. این پی پی داره توبی نداره معلومه، نمیخوامت. این توبی داره پی پی نداره معلومه، نمیخوامت. این پی پی داره توبی هم داره. حالا آوتو یعنی چی؟ به تو چه؟ این فعلا مجهوله بمونه. اینم پی پی داره توبی نداره معلومه، پس جواب میشه گزینه 3. این میشه در درست حل سوالات. استاد همیشه اینجوریه که سه تاش معلومه یکیش مجهول؟ نه، فعلا ما واسه شروع با تستای این لول کارمون استارت زدیم، وگرنه اینجوری که خاله بازی میشد که. زودتون سری شماها از سوال 4 تا 8 رو یه دو دقیقه تایم بده، نه دو دقیقه زیاده، 90 ثانیه تایم بده، 4 تا 8 رو حل کنید، بدو باریکلا تو ماژول وارد کنید.
4 ماژول بده. 58 20 20 ببند. جواب حتما گزینه 3. چون دانش آموزا تموم میکنن امتحانو تموم میکنن، پس مجهول میخوایم. ببخشید معلوم میخوایم. اونی که یک زد یک که اصلا وجود نداره. ویل بی فینیش بعدش ساده نمیاد. اینم که بین فینیش داره تاش مجهوله، اونم مجهوله، پس جواب میشه گزینه 3. دانش آموزان تموم میکنن، دانش آموز که تموم نمیشه. امیدواریم که تموم نشه. مجهول میخوایم. ببخشید معلوم میخوایم. پس جواب میشه گزینه 3 که 60% درست زده بودین. سوال 5 ماژول 77% 4 آ ماشاءالله. تو این سوال یه کاری کرده که تو کنکور زبان زیاد خواهی دیدش. کار خاصی نیست آ. یه تیری که کهنه و قدیمیه. بهش میگن فاکتورگیری. یعنی این ریویو جزئی از فعل بوده. چون تو هر 4 تا گزینه مشترک بوده، واسه اینکه تو رو یکم به هم بریزه، فاکتور گرفته گذاشته بعد جای خالی. یعنی این ریویو که الان اینجا میبینی جزئی از فعل بوده، کنده گذاشتتش بالا. طوری نیست که یه نگاه میندازیم، چون این الان فقط کمکی هن، فعل این بالاست. درس دوره میشود، شوندگی مجهول. خب پیپیش که اینهاش، این پیپیشه. پای توبی میخوام، این توبی نداره، این توبی نداره، این توبی نداره، فقط این توبی داره. تمام، باریکالله. بعدی 6 66%، 9.5، 4. خوبه خوبه، آمار خوبه. ریسرچرز میشه محققان، کاندکت میشه انجام دادن برای آزمایش. محققان انجام نمیشن، انجام میدن. کنندگیه، عمل توسط محققا داره اتفاق میفته، پس کنندگی معلوم میخوام. این توبی داره پیپی نداره معلومه، این پیپی و توبی داره مجهوله، این پیپی و توبی داره مجهوله، اینم پیپی و توبی داره مجهوله، پس جواب میشه گزینه 1. The new office، دفتر جدید، دفتر جدید. بده ماژولشو. 89% میگین 4، باری کلا. دفتر جدید ببند، ساخته میشود، مجهول میخوایم. تنها مجهولمون گزینه 4ه. و سوال 8 84% زدین 3، 10% 2. خب ببند. الان یه خورده شلوغ شده تو این تست. فعلت میشه ویرایش کردن، صاحبش کجاست؟ آها، صاحب این فعل، این نکته رو یادگاری بگیرین. صاحب این فعل الان اینه، اسناد و مدارک. این تیکه که اومده این وسط یه جورایی مثل بدل فارسی مترسکه، یعنی از ویچ تا یرز مترسکه. هر وقت قبل جای خالی اطلاعاتی تو تستای گرامر اینجوری بین دو ویرگول اومده بود، این مترسکه، میخواد برای جلو چش تو هول بده عقب نبینی، حواست باشه رکب نخوری، یعنی از اینجا تا اینجا قابل حذف اصلا نخونش. اسناد و مدارک ویرایش میشود، شوندگی مجهول. خب این که معلومه، اینم معلومه، اینم معلومه، پس جواب میشه گزینه 3. باریکلا به شما. خب درس رو میبریم سر جای بعدی که بدونیم جلسه بعد کجا باید شروع کنیم. فکر میکردم یه خورده جلوتر بریم. بچه ها کلاسمونم از این به بعد بین 9 و بین 8 و 50 تا 9 تموم میشه، یعنی بین 10 دقیقه به 9 تا 9. بریم تو مبحث بعد ببینیم تا کجاش، یعنی چالش بعدی ببینیم تا کجاش میریم جلو. پس درسته زده 8 و 50، ولی بعضی وقتا کلاسمون تا 9 هم میره جلو. کلاس بعدی رو یه روب دیرتر میخوام بگم از این هفته شروع کنم، 9 روب شروع بشه کلاس عمومی، که چیزی در بیاده تو این کلاس. چالش اول، چالش اولی که داشتیمش، به سراغ حالتی برود که در نگاه اول هم کنندگی ممکن باشد هم شوندگی. همون یارو جریان پیپل و اینوایت، مردم هم دعوت میکنن هم دعوت میشن، هر دوتاش ممکن باشه. مثلا الان سوال 9 رو ببین، تست خود کنکور بوده. الان میشه اجازه دادن. هی، یه نفر هم میتونه اجازه بده هم بهش اجازه داده بشه. یعنی تو نگاه اول هم کنندگی ممکنه هم شوندگی. رابطه فعل و صاحبش الان هم میتونه کنندگی باشه هم شوندگی. تو این سیستم باید چیکار کنیم؟ یعنی در واقع اون سه تا حالتی که گفتیم، الان ما داریم بابت این حرف میزنیم. داریم اینو میگیم.
اگر هر دوش ممکن بود کلید اینجاست، کلید بلافاصله بعد جا خالیه، کلید بلافاصله بعد جای خالیه، کلید اینجاست. یه نگاه به اینجا بنداز، اگر دیدی هم کنندگی تو نگاه اول ممکنه، هم شوندگی تو نگاه اول ممکنه، کلید بعد جای خالیه. مثال بزنم یعنی چی؟ بیا با همون پیپل اینوایت مثال بزنم. میگیم مردم و دعوت کردن، مردم هم دعوت میکنن هم دعوت میشن. منتها اگر بخوایم بگیم مردم دعوت میکنن، سوال پیش میاد کیو دعوت میکنن؟ کیو دعوت میکنن؟ جواب چه کسی را بهش میگن مفعول. مفعول اگر بخواد باشه باید به جا خالی چسبیده باشه. یعنی اگر مردم بخوان دعوت بکنن باید بلا فاصله بعد جای خالی یه کسی رو اینجا ببینی. اگر ندیدی پس میشه شوندگی. تمیز کنم حرفمو. اگر تو نگاه اول هم رابطه کنندگی بود هم شوندگی، مثل همین سوال نو. الان بگم او اجازه میدهد، به چه کسی اجازه میدهد؟ بعد جای خالی مفعولی نداریم، چه چیزی را، چه کسی را، چه کاری رایی نداریم. پس به او اجازه داده میشود. یعنی اگر بلافاصله بعد جای خالی مفعول داشتی، خوبی مفعول اینه که چسبیده بعد جای خالی، میشه کنندگی. اگه مفعول نداشتی میشه شوندگی. الان اگر بگیم او اجازه میدهد به چه کسی، مفعول نداریم، مفعول نداریم اینجا بلافاصله بعد جای خالیمون، الان ما مفعول نداریم. اونا به متمم ما هم میگن مفعولا، حواست باشه. مفعول نداریم پا مجهول میخوایم. should be allowed مجهوله بمونه، این که معلومه. must allowed که اصلا الکیه، اینم معلومه. پس جواب میشه یک. پس اگر رابطه هم کنندگی بود هم شوندگی بود، تو به بلافاصله بعد جا خالیت نگاه کن، ازش کمک بگی. اگه مفعول داشتی رابطه کنندگی معلوم میخوای، اگه نداشتی رابطه شوندگی مجهول میخوای. سوال؟ حالا از همین چالش من میخوام یه فرصت بسازم، یه روشی که خب بچه های قدیم شاید آشنا باشه واسه شون. روش گوره باباش. گوره بابای کی؟ گوره بابای صاحب فعل. صاحب فعل که همه چشم امید ما بود، چجوری گوره باباش؟ بیایم اصلا از این به بعد همیشه خودمون فرض رو بر این قرار بدیم که رابطه هم کنندگی هم شوندگی. اینجوری دیگه ما اصافل راحت میشیم. مثل اون سوال هشت که برد قایمش کرد، دیگه اصلا نمیخوایمش. با بود و نبود مفعول میشه چکش کرد. پس وقتی این روش رو بلد بشی میتونی بدون نگاه کردن خودت جواب بدی. چجوری؟ چجوری؟ الان این ایت مرجعش چیه؟ گوره باباش. فعل من دو انجام دادن، میگیم اصلا ایت هم میتونه انجام بده هم انجام بشه. اگر بگم انجام میدهد چه چیزی را، مفعول دارم؟ نه ندارم. چون مفعول ندارم فعل من متعدیه، پس حتما انجام میشود. این که علکیه، این معلومه، این معلومه. پس جواب میشه چار. پس جواب میشه چار. یعنی این تکنیک گوره باباش خیلی سرعتتو میبره بالا. بزن اسلاید قبلی. میخوام اون تست 8 رو یه بار دیگه اینجوری حل کنم. اسلاید قبلی. الان صاحب این فعل هر کی که هست، گوره باباش، اگر بگم ادیت میکند چه چیزی را ادیت میکند؟ مفعول ندارم. پس حتما ادیت میشود. یعنی اصلا کلن گوره پدر کل قبل جا خالی. برگرد همونجا. روش گوره باباش میگه اگر فعل تو گزینه‌هات فعل لازم بود، یعنی مفعول نمیخواست کلن، مثل گو، کام، دای، فعلای اینجوری. بچه تو فارسی هم فعل لازم میدونین چیه دیگه، مثل آمدن، رفتن. مهمای انگلیسیش فعلا ایناست، باید بلد باشیم واسه بعدا. گو، کام، هپن، اتفاق افتادن. اگر فعل کلن مفعول نمیخواست، فعلی که مفعول نمیخواد حتما معلومه، اصلا نمیتونه مجهول شه. ولی خب 90% فعلا متعدی هن. ببین اگه بعدش مفعول اومده بود معلوم میخوای،
مفعول نیامده بود، مجهول میخوای. سوال این میشه حالت خاصی که تو میتونی واسه راحتی کار، میگن بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، همه جا اصلا خودت فرض رو بذارو این گور بابای صاحب فعل. پس الان دو تا روش یاد گرفتی، یک روش کلاسیک بری صاحب فعل رو پیدا کنی، ارو کنندگی شوندگی تعیین کنی، یه روش میونبر، روش گور باباش، که فقط به بعد جای خالی، به بود و نبود مفعول توجه کنی، جوابو در بیاری. این گور باباشه کجاها کمکت میکنه؟ صاحب فعل قایم کرده باشه اون عقب مقبا، یا اصلا معنی صاحب فعل رو ندونی، خیلی راحت با بود و نبود مفعول. مفعول خوبیش اینه، اولا بلافاصله بعد جای خالیه، ثانیا یه اسمی ضمیری، چیزیه که تابلوه، فعل روش انجام میشه یا نمیشه. این یه روش واسه یه مواقع اضطراری همیشه گوشه جیبت باشه. سوالی نیست؟ ساعت چنده؟ 8:52. یه امشب 10 دقیقه بیشتر به من وقت بدین، به یه جای خوبی برسونیمش. این سه تا سوال حالا شما حل کنید. ببین، trend, rivalry, laundry، سعی کردم کلماتی بیارم که سخت باشه، یه سریتون ندونید، یعنی مجبورت کنم یه جورایی ببینی با گوره باباش میتونی جواب در بیاری یا نه. خیلی ها تو معنی صاحب فعل رو ندونی، ولی بتونی از روی این تکنیک تشخیص بدی معلوم میخوای یا مجهول. دنبال این بودم. بسم الله، این ستا رو حل کنید. نظر ماژول بده. ماشال ببند. دقیقاً ترند یعنی چی به تو؟ چه فعلت هست؟ اکسپکت، توقع کردن. اگر بگیم توقع میکند، از کی توقع میکنه؟ ما الان اینجا مفعول نداریم پس مجهول میخوایم. یک معلومه، دو علکی هستن، یا سه جوابه یا چهار، اینا جفتش مجهوله. خب دیس نشون میده مفرد، بعد معلوم مجهول مفرد و جمع بود که حالا خودش روزه داره یه جلسه هفته بعد ایشالله. فهمیدم مجهول میخوام و رو دیس میفهمم مفرد میخوام، حتما جواب گزینه سه. دم اونایی که چهارم زدن گرم، فهمیدن مجهول میخوایم، ولی بعد از معلوم مجهول بعد مفرد و جمع هم چک کنی، هفته بعد روزمون خواهد بود. سوال 12. ماشالله 83% سه. رایولری یعنی چی؟ نمیدونم آقا، خود صورت سوالم بی خودی طولانیه، ولش کن، ما خسته ایم. اگر بگیم کنسل میکند چه چیزی را کنسل میکند؟ چون مفعول نداریم مجهول میخوایم. آینجی خالی که فعل نیست، اینم که علکیه، اینم که معلومه، پس به خدا که جواب گزینه سه میشه. تو نگاه اول این تست خیلی میترسونتت، خود این لغته میترسونه، ولی کسی که گوره باباشو بلد باشه با بود و نبود مفعول راحت به جواب میرسه. و تست 13 حسن ختاممون،
45%، 1 40%، 3 باریکلا. لاندر یعنی چی؟ خیلی همون نمیدونیم. میشه رخشویی، حالا دولاندری میشه شست و رفت رخت ها. مهم نیست انجام دادن فعلت. اگه بگی انجام میدهد چه چیزی را؟ با دقت را، کرفولی، که قیده نمیتونه مفعول باشه. پس ما الان مفعول نداریم. ما الان یه فعل متعدی تو گزینه هامون نشسته که مفعول بعدش نیست. پس از این میفهمیم که حتما مجهول میخواییم. پس این میپره، اینم میپره. و جواب بین ایزدان و وازدان حتما وازدان هست. استاد اینجا گفته it is time. آقا بعد از it is time، بعد از it is time جمله گذشته میاد. اینها میشه جزء مبحث سابجانکتیو و زمانها که بعدن خواهیم گفت. خواستم بهت بگم داستان مفرد و جمع و زمان به موقعش بررسی میشه، ولی امروز ما معلوم مجهول رو از صفر تا صدش رو جا به جا کردیم. انشالله جلسه آینده شروع میکنیم در مورد تستای غیر کلاسیک صحبت کردن و میریم بعدش تو مفرد و جمع. زبان رو ترتمیز و علمی و اصولی یاد بگیریم. اون موقع دیگه کنکور منحصرن، تافل، آیلز، ارشد، اینور، اونور، همه جا علم ثابته و میتونی ازش استفاده کنی. چطور بده ببینم بچه ها سوال مالی دارن؟ کتاب رو همیشاله بچه ها تو این هفته فروشش تو سایت باز شد، سفارش بدین کتابا رو. خب ببین، تو اینجا روزنامه رو منظور، اینجا یه جورایی متافور صورت گرفته، این مجاز و استعاره از اشخاصیه که روزنامه رو می نویسن. یعنی تو داری به مسئولین نشریات روزنامه رو نسبت میدی. یه خورده از بحث الانمون دورتره، ولی آره این جمله controversial story، اون داستانها و قصه های مناقشه برانگیز رو منتشر کردن، روزنامه که منتشر نکرده. اینجا منظور از روزنامه اشخاص صاحب روزنامه، مثل مجاز که تو فارسی داریم. الان بهش ورود نمی کنی، ولی با این تکنیک گروه باباش که گفتم اینم میتونستی جواب بدی علیرضا. مرسی، سوالت خفن بود ولی واسه بعدها. به آزمون‌های قلمچی میرسیم، شاید برسیم شاید نرسیم. قلمچی خرکیه، ببخشین اینجوری میگم. ما به کنکور سراسری باید برسیم، چون ما یه سری چیزها رو سر کلاس خواهیم گفت که شاید اصلا تو سرفصل آزمون‌های قلمچی به اون شکل نباشه. اگر رسیدیم جواب میدیم، اگر نرسیدیم بگیرین سوالاشو نگاه کنید، به موقعش حل میکنید. تا دی میرسیم، در مورد این توضیح دادم زهرا که چقدرشو میرسیم چقدرشو نمیرسیم. نوش جانتون، نوش جانتون. خوشحالم از حالتون. از سایت خودم aczainali.com توی صفحات همون پی دی افتون هست. آها، کتابا رو چجوری میتونن سفارش بدن؟ ببند یه لحظه، اسلاید آخر رو به من بده. یکی از این دو طریق واسه سفارشه که تو پی دی افتون در اختیارتون قرار میگیره. بچه ها کلاس بعدی میخواد شروع بشه، عاشقتونم، سر این کلاس میخوایم رنده کنیم ان شاءالله. یا حق.